جریان دیروز، ماجرای دیروز رو برای مردم به اختصار مرمت کنید، تعریف کنید، چون با دکتر میرزا آقاسی گرامی میخواییم صحبت بکنیم. اگر مبرزیم شما همه علامات هر اسان شناسی هر آدمی که عمومه میاندیشه دوست میداره میره از این برنامه با وقت مساوی در حضور مردم در مورد یک مورد خاص با هم گفته کنیم. هر کس هم نیاد این ترسیده قلبی زیادی با خودش اشتار حساب برد شما ده هر که این کده که هیچ شما وقتی هفته گر عملتون میشه هر استدلال داری من ایران میگم تا تو سمون این دید و من مچه سلمانی هستم نهان شما هستید من آورنده به آن نهان شما هستید من باوریدم من علی باورهای من یعنی باورهای الهی و روحانی به اسم فرق کردم اصل درستی برای من خداست خورشید قرآن علی انسان هر چیز خویا ای رو هم ازش ستایش میکنم و براش تبلیغ میکنم زیاد شده برسه گوشم به شما بفرمید مسیح جان در تایید گفته های تو پیش از این که من میخوام بگم وطن بربون بوی کاجلات هم وطن واقعا فدایی همه خوب و بده دارم یعنی وطن مسیح جان تو وقتی این سرودی وطن امیدوارم زنده باشی همیشه بودی و پایان همیشه بودی و همیشه باشی الهی باشی و پاینده باشی الهی این وطن عزیزم نامردمی هم داشته همونی که خودت گفتی وطن اینجا همه حرفا دروغ هر شیطور و موقع هنوز بازار نامرده شده ده مسعود جان دیروز یاد بوده رضا فاضلی در پاریس بود همزمان هم در لس‌آنجلس خانواده اون برگزار کردن من امروز یک تلفن از یک از بچه ها دوستان مهربانیاران از ایران داشتم دایی آنایی تا حرف حسابی به من زد که همین شعر و سروده ای تو بود مسعود جان میگفت این با افضل وقتی زنده خانش کس بهشون نمیرسه تم بارها گفتیم و خوندی سرودی تا آدم میمیره رضای فاضلی عزیز من وقتی زنده بود اون گفت آقا کسی متعهد شده ما 30 دلار 50 دلار 100 دلار بده چهار تا فروهه را از ما بخره این رو یک ماه دو ماه این نداده نمیگن وقتی که تعهد میکنن نمیدن من باید برم از زهودی بکنم بدم یا مثلا نفسی جان در نظر بگیم نادر نادرپور عزیزمون تراب سلطانپور در پاریس و ده ها نفر که سوسن عزیز هم خواننده مردمی مهربانمون این ها با چه مشکلاتی زندگی کردن و با چه مشقتی از این دنیا رفتن تا رفتن مورد خوراله یک عده هستن که حضور دارن یک عده هستن که دست این سر اونها رو دنیا میگردن به قول این دوستان که میزنگ داد به من میگفت میرن میگردن یه عکس یادگاری رو بزرگ میکنن و چه میکنن و چه میکنن ولی تا طرف زنده است باید حمایتشون نمیکنن شروع وقت داده من امیدوارم که حمایت اینجا میخوام نتیجه بگیرم از مسعود امینی عزیزم بشه از این برنامه‌هاش بشه یاری های بزرگ بهش برسه که بتونه مسعود امینی کار خودش آزاد و اما هفته یعنی دیروز مسعود جان دیروز در پاییز مراسم بسیار بزرگ و باشکوه برگزار شد مثل همون رسان دیرستم که حتما برای مراسم خوبی بوده که در این حال خود شما خواهید فرمود ما چند سخنران داشتیم اینجا در 66 خیابان شانزلیزه یه سالن بسیار بزرگی است که اون سالن رو گرفتیم با نام زمان کافه و دوستان عزیزم اومدن تا عرض که سالن پر شد با اینکه میدونیم که سپر فاضلی مردی بود که مبارزه میکرد و افرادی که الان همه خصوصا پاسپورت جمهوری اسلامی که جیب صورت میرن ایران شاید بدرسن بعضی جا بایم ولی خوشبختانه با مهدی یزدان همه آمدن و سخنران نخست آقای دکتر محمود رضاییان بود که از لس‌آنجلس اومده بود که شما ایشونو میشناسید بعد آقای دکتر شاهرخ میرشاهی که از اساتید دانشگاه مقیم فرانسه است و یکی از بزرگترین جراحان چشم است و غیره ایشون صحبت کردن بعد دوست عزیزم هوشنگ معین‌زاده و دکتر منوچهر رزمارای عزیزم آخرین وزیر بهداری محمد رضا شاه بعد مرتضی لطفی صحبت کرد آقای عزیزالله بهادری کارگردان سینمای ایران و آقای امان منطقی کارگردان هنرمند برجسته ایران نیز صحبت کردن بعد مسعود جان در این مراسم همونطور که من مراسم بدرود با مادرم رو برگزار کرده بودم روی کشتی روی دسن و گروه رقص آواز آذربایجان و نوشیدن شراب و شیرینی چنین نیز برنامه بزرگداشت بر اساس سنت اوستایی بزرگداشت رضا فاضلی به پایان رسید با شراب و شیرینی و موسیقی و عرض کنم خدمتت که وزیره از مهربانیارانی که اینجا بودن و گروه آمیشانی نواختند و خواندند به یاد بزرگمردی که دیگه با ما نیستند.
دستتون در دکانسیه اون شهرستا. خیلی سپاسگزارم ازتون، خیلی خوشحال شدم که با اتون صحبت کردم. همینطوره همه ما وقتی اونایی که هستند مردم باهاشون کار ندارن، وقتی میمیرن این همه گل اردونا، اگه اون گلا رو داده بودین از رضای فاضلی فرافر قرضی بودین، انگیزه بیشتری برای مبارزه داشت. شمایی که طرفداران این گونه اندیشه هستید، با شما ها. من در مورد خودم میگم، بعد از مردن من واقعا مهریه پشت قوانین مادرای همه دوره وریام هر چی کرد. اصلا من نمیخوام که بعد از مردن من کاری بکنه. شراب بکنین، بنوشین، زندگی کنین، عشق کنین، شعرامو بخونین، ای کتاب داشتم کتابمو به دیگران بدین، پولشو کمک بکنین به بچهای دیگه بتونن کتاب بخونن، اونایی که استعداد دارن بتونن شعر بگن. تا وقتی زنده هستم من نیازمند کمک و حمایت فقط خداوندم. اما با حمایتی که شما از برنامه من میکنید، کاری میکنید که برای اولین بار در دوران مهاجرت اتفاق افتاده. من از زندگیم گذاشتم، از جونم گذاشتم، سختی رو، همه تلخی ها رو تحمل میکنم به خاطر شما. من احتیاج به کمک ندارم. حمایت شما، حمایت از دستاوردهای ملی مردم میهنمونه. سیاوش اوستای عزیزم، بدرود، به همه سلام برسون. درمان منطقی عزیزم، به آقای لطفی گرامی، همه دوستانمون، همه بزرگان و فرهیختگانی که در فرانسه زندگی میکنن، بدرود تا برنامه بعد. بدرود بعد. قربت بعد. بله، در خدمت دکتر میرزا آقاسی گرامی. دکتر میرزا آقاسی سلام علیکم، خودکارتون رو بدون دست و بنده به شما یه دست دارم. خیلی خوشحالم که شما تشریف آوردید. دکتر میرزا آقاسی ماشاءالله حضور شما چقدر جنجال، قصه، داستان. خودتون گرامی داده هیچی منه بیچاره رو بزید سوال میبره. حالا نقل بسیار خوشحالم و چقدر خوشحالم که انسان هایی مثل شما تو این جامعه زندگی میکنن و متاسفم که مردم از این موضوعات بیخبرن، نمیدونن، نمیشنون این صداها رو. نگاه شما آخرین لحظات برنامه دو روز قبلمون، روز جمعه، یک نگاه تازه‌ای بود، یک نگاه هوشمندانه ایرانی باورمندی بود که من فکر می‌کنم جا داره در ارتباطش صحبت کنیم، به خصوص اینکه هموطنان من بسیار سوال کردن. یکی ای در میان جانم، جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. ای عقل پیر و فکر جوان کرده رای تو، پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. از تو خبر به نام و نشان است خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. مقدمتاً بعد از عرض سلام مجدد، امروز مایل هستم دقایق بسیار کوتاهی رو اختصاص بدم به موضوعی که مربوط می شود به دوران جهل و حاکمیت جهل و غفلت بر جامعه ما، که بر همه ما متاسفانه این جهل و این غفلت حکم فرماست. من ضمن اظهار اطلاع از رقابت‌های مشروع و احیاناً نامشروع رسانه‌ها با یکدیگر باید بگویم که ضمن تأیید رقابت‌های سالم، که البته برای رونق اقتصادی هر کسب و کاری لازم است، اما من بخشی از این اقتصاد نیستم و مسائل مالی و اقتصادی مربوط به این دستگاه‌های رسانه‌ای ارتباطی با من پیدا نمی کند. اما در این حال اعتقاد دارم که همه سازمان ها مجاز به رقابت با یکدیگر هستند. دوستان من، من از نسلی می آیم که با پول کارگران ساختمانی و کشاورزی و زحمتکشان کوشای بی تکلف به مدرسه رفتم و به مدارج عالی تحصیلی دست یافتم. افزون بر آن عمری را در مطالعه و تحقیق و تحصیل و تدریس در سطوح مختلف از ابتدایی تا عالی سپری کردم. اینک زمان آن فرا رسیده است تا بعد از خفقان تحمیلی 30 ساله که به وسیله همین حاکمیت‌های داخلی و خارجی که با جهل و غفلت بر ملت‌ها